سلام، وقتتون بخیر. اگه شما بشنوید که کسی آرزوی اینو داره که عینک آفتابی بتونه بزنه، احتمالاً فکر میکنیم دلیل آرزوش چیه؟ به طور طبیعی فکر میکنیم دلیلش اینه که پول عینک آفتابی خریدن رو نداره. ولی فیلم هجوم ساخته شهرام مکری که الان روی اکران گروه هنر و تجربه است، این آرزو رو از منظر دیگری تعریف میکنه، اینکه آفتابی وجود نداره که طرف بتونه عینک بزنه. این فیلم در دنیای بعد از تاریکی شروع میشه و به فضاهایی میره که واقعا نمیشه از الان پیش بینی کرد. شهرام مکری با ماست در برنامه دیگری از مجموعه آپاراچی. سلام آقای پوریا، خیلی خوشحالم که اومدم به برنامه آپاراچی و اینکه خوشحالم که داریم در مورد هجوم صحبت میکنیم و امیدوارم که حرفایی که میزنم برای تماشاگرتون جالب باشه. خیلی ممنونم از حضور شما. من درباره فیلم هجوم در جشنواره فجر گذشته، در واقع 35 دوره جشنواره که نمیدونم اصلا کی چطور به این راحتی ما تو دوره‌های 4 و 5 و اینا شروع کردیم دنبال کردن، چطور زمان اینقدر گذشت، پیر میشه آدم. دوره 35 که در واقع نگذاشتن فیلمو توی جشنواره، من فیلمو جداگانه دیدم و یادداشت توی مجله فیلم دربارش نوشتم که اونجا اشاره کردم که اصلا خیلی هم عجیب نیست اگر کسی به اشتباه بدون اعراب اسم شهرام مکری رو مکری بخونه، چون به هر حال مکر، هیله، نیرنگ، دسیسه چینی در پروسه فیلمنامه‌نویسی و حتی توی ساختمان بصری فیلم فراوونه توی کارش. شما هم دیگه الان مشکلی نداری با اینکه فکر کنن مکریه فامیل؟ من راستش همیشه اسم فامیلمو اول مکری صدا میکنن. یکم فکر میکنم آقای پوریاگاهی این برمیگرده به اینکه شاید این واژه انقدر کاربرد پیدا کرده تو جامعه ما که آدما در اولین مواجهه با این حروف ترکیب مکر به ذهنشون میرسه. گاهی اوقات اینطوری بهش نگاه میکنم. ولی نوشته شما رو خوندم، میتونم بگم اولین نوشته که در مورد فیلم هجوم توی بله دیگه پیش از همه نمایش‌هاش بود منتشر شده و خیلی 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 به نظرم نوشته جذاب و جالبی بود و خوشحال بودم که حداقل توی مجله فیلم در اون روزهای جشنواره یه صحبتی در مورد فیلم هجوم شد و در واقع یه تصویری از کلیت فیلم برای مخاطب به وجود اومد، چون نمیدونستم که واقعا فیلم کی ممکنه اکران بشه یا توی چه فاصله زمانی ممکنه تماشاگرش بتونه اون رو ببینه. از بله. این نوشته خیلی استقبال کردم راستش خودم. هدف اصلی اون نوشته هم علاوه بر لطف شما، هدف اصلی اون نوشته هم این بود که در حقیقت بیشتر دنیای فیلم رو معرفی کنه، که خب در مورد فیلمی مثل هجوم و اساسا فیلم‌های شما این کار فرق داره با یه خلاصه داستان معمول که میتونه در مورد یک فیلم آشنا همه فضا رو به بیننده معرفی کنه. اما میخواست از این معرفی فراتر نره و در واقع چیزی رو لو نده، چیزی که تو همین برنامه هم هدف ماست. در نتیجه باید به یه شکلی درباره هجوم حرف بزنیم که هم زبان تحلیل داشته باشه، هم وارد پروسه توصیف و لو دادن قصه و فضا نشه. اما چیزی که برام جالبه اینه که اگر بینندهی بر اساس تعلیق و کنجکاوی هایی که بعدش چی میشه بخواد چه فیلم ماهی و گربه چه هجوم رو ببینه، خیلی با الانی که بیننده برنامه ماست و هنوز مثلا فیلم رو به فرض ندیده و ما هم سعی میکنیم لو ندیم، زیاد چیز بیشتری نخواهد دانست. یعنی فیلم ها لزوماً یه معمای خیلی کامل تر و بعد حل نمی کنن. اما در یه تجربه کنجکاوی منجر به گره گشایی بیننده رو شریک میکنن. این چجوری اتفاق میفته؟ نگران این نیستین که یه واکنش تو هم با پس زدنی همگاهی به وجود بیاد؟ ببینید، راستش فکر میکنم اتفاقی که در مورد فیلمی مثل هجوم یا ماهی و گربه میفته در واقع شروع با یک ایده معماییه، شروع با یک ایده پلیسیه که ممکنه وقتی تعریف میخوایم بکنیم ایده ها رو به نظر برسه اون تعلیقی که داریم ازش حرف میزنیم در پسش هست. یعنی ما فکر کنیم داریم یه فیلم معمایی پلیسی رو تعریف میکنیم، پس تماشاگر ممکنه پیش از دیدن فیلم فکر کنه که معناش اینه که ممکنه من با شنیدن این حرفا یا با خوندن این مطالب احتمالاً گره داستان برام گشوده بشه و لذت دیدن فیلم از بین بره، در حالی که خود فیلم ها به تدریج از این ایده اولیه فاصله میگیرن در هر دو، یعنی چه در ماهی و گربه و چه در فیلم هجوم، به تدریج از ایده اولیه‌شون به معنای طرح کردن یک داستان معمایی پلیسی جنایی فاصله میگیرن و بیشتر تبدیل میشن به یه تجربه بصری.
یعنی تماشاچی امیدوارم حداقل این اتفاق بیفته که هر چقدر که فیلم ها داره جلو میره بیشتر خودش رو شریک در یک تجربه بصری بدونه تا در واقع عنصری که میخواد در مقابل فیلم شروع به رمزگشایی داستان بکنه، رمزگشایی و گره‌گشایی های بخش تعلیق یا سوالای پلیس معمایی داستان بکنه. این توصیف بصری رو برام با خیره شدن به تصویر همراهه، یعنی دوست دارم فیلم ها به خاطر اون روند در یک پلان اتفاق افتادنشون کاری که با تماشاگر میکنن این باشه که چشم اونو به پرده سینما بدوزن و اون فکر کنه که داره فیلم رو به خاطر خاصیت بصری خود فیلم داره ادامه میده، به جای اینکه فکر کنه به خاطر اینکه بفهمه مثلا قاتل کیه داره ادامه میده. معما رو به جای اینکه در سطح داستان مطرح بکنم تبدیل بکنم به یک ویژگی در تصویر که بتونم به واسطش خیره کنم چشم تماشاگر رو به پرده سینما. کاری که مثلا فیلم های اکشن با ریتم و با جلوه‌ای ویژه و با مثلا نمایش دادن یه پروسه هیجان انگیز نشون میدن، یا مثلا فیلم های عاشقانه با جذابیت های ظاهری کاراکترهای مرد و زن حتی ممکنه گاهی بدون دنبال کردن خط داستان به خاطر اون جذابیت ها تماشاگر رو خیره به پرده سینما نگه میدارن. تلاش هم اینه که توی فیلم مثل ماهی و گربه و هجوم همه اینها رو جایگزین کنم با رفتار دوربین و میزانسن، جایگزین کنم با در واقع رفتار فرمی که توی فیلم داره اتفاق میفته و اینو با عبارت خیرگی تماشاگر به اتفاقات روی پرده در حقیقت توصیف میکنی. میدونید برام چطوریه؟ فکر میکنم که من گاهی اوقات ناچارم از وقتی که دارم راجع به این فیلم ها حرف میزنم برگردم میکنم راجع به منابع الهامم توی این پروژه حرف بزنم، که اصلا برای بحث با تو موضوع جذابیه، بحث خودآگاهی فیلمسازها در دوران پست مدرن و اینکه ما نمونه اینجوری در سینما ایران نداریم. مثلا برامون خیلی پذیرشش سخت و حتی تعجب‌آوره که کوئنتین تارانتینو مثلا در مصاحبه‌های مختلف توضیح میده که هر کدوم از اتفاقات اکشن و رزمی فیلم کیل بیل رو از کدوم فیلم هنگ کنگی یا غیره ورداشته، و بعد وقتی که مثلا مصاحبه کننده بهش میگه کاراکتر گوگوچی اون دختره که گرز گردان داره، میگه نه اون دیگه دوزی نیست، اون مال خودمه. خب ما اصلا اینو نمیتونیم متوجه بشیم، به ویژه از این جهت که تو سینما ایران حتی کارگردان‌ها برای گذاشتن سکانس‌هایی که فیلم برداری کردن و بعد تو فیلم استفاده نکردن توی به اصطلاح دیلیتد سینز دی وی دی هم پرهیز دارن، یعنی این کارو نمیکنن، میگن آقا بعدن میگن پس نمیدونسته داره چی میگیره. ولی تو این منابع الهام رو چه بخشایی که به نقاشی مربوط میشه چه به ادبیات و چه به سینما همیشه مطرح کردی، برای همین ما اصلا منتظر همین بخشاییم. آره راستش که نظرم این صحبتی که میکنید برام خیلی خودش موضوع جدید و جذابی رو باز میکنه برای حرف زدن، و فکر میکنم که یکم باید تعریفی که راجب اورجینال بودن و مثلا بکر بودن رو ما توی جامعه همون کلن در همین زمین ها داریم، شاید باید یه بازنگری مجددی در موردش اتفاق بیفته و ببینیم که چه مفهومی رو میتونیم با این سینک بکنیم و چه مفهومی رو سینک نکنیم. اما در مورد اون بخش قبلی که داشتم میگفتم در واقع ادامه بحث خیرگی رو اگر به تابلوهای نقاشی که خیلی منبع الهام فیلمی مثل محدوده دایره در زمان دوران فیلم کوتاه و بعد از اون مایه گروه و هجوم بودن، یعنی تابلوهای اشر نگاه کنم، همیشه برام حرکت تداومی کاراکتر توی اون تابلوها باعث می شد که راز موجود در اون تابلوها رو پیدا بکنم. یعنی مثلا وقتی کاراکتر رو وقتی تابلو رو به صورت یک کلیت می دیدم برام چند تا حلقه ساده بودن، ولی وقتی تداوم حرکت من روی مسیر حلقه ها باعث می شد که در واقع راز تابلو رو کشف کنم، تازه می فهمیدم که اشر چرا در مورد کاری که با پرسپکتیو داره می کنه آدم مهمیه. ما همزمان با صحبت تو داریم این تصاویر رو نشون میدیم در واقع ببیننده همون که از این فضای بصری کارای اشر یه تجسم عینی داشته باشه. توی همین تابلو اگر تماشاگر شما الان دقت کنن میبینن که ما در واقع وقتی متوجه راز موجود در تابلوها میشیم که حرکت مثلا یکی از آدمک هایی که روی تابلو هست رو با نگاهمون تعقیب کنیم، دنبال کنیم، یه جورایی در واقع باید خیره شیم به حرکت
پنهانی که در تابلوی نقاشی وجود داره و به این ترتیب بتونیم بفهمیم که این تغییر پرسپکتیو چطور داره اتفاق میفته، این تغییر فضا، خم شدن فضا، مکان چطوری داره اتفاق میفته. برام توی این فیلم هایی که کار کردم، یعنی ماهی و گربه، هجوم و محدوده دایره و فیلم های کوتاه دیگه، خیرگی به این معناست. تماشاچی چشمش رو بدوزه به پرده و به تدریج درگیر فضایی بشه که توی اون فضا ما داریم خم به وجود میاریم در مفهوم زمان و در مفهوم مکان، و مثلا در هجوم در معنای کاراکتر. بله، خودت اشاره کردی به این ماجرا و در نتیجه من الان از یه ذره رو درواسیم کم شد، برای اینکه میخوام به یه سکانسی اشاره کنم که الان همزمان با صحبتم هم دارن بیننده های ما شروعش رو میبینن، در فضای کاملا جداگانه ای داره و بعد در واقع راجع به این مفهومی که شهرام اشاره کرد، یعنی شاید بازنگری در مفهوم اوریژینال بودن، اینکه ما در یه سنت قدیمی نقد تا یه هم چیزی میبینیم میگیم ما چشو گرفتم این دزدی بود، بی‌تعارف با این عبارات بله. گفته میشه دیگه. این که شما از فیلم نه زندگی و از فیلم ماهی و گربه دیدین، یه بی‌ادبی تدوینی اتفاق افتاده، نمیدونم که اینا بدون کاتن، یعنی این اپیزود بین اپیزودهای نهگانه فیلم نه زندگی بدون کات یه نماه و کل فیلم ماهی و گربه هم که یه نماه، و ما مجبور شدیم بخاطر این تیکر براشون پخش کنیم، ببریم اول و آخرش رو، و از این بابت از سازندگان فیلم معذرت خواهی می‌کنیم. مثلا که خیلی هم کار خوبی می‌کنین، چون تماشاگرش حوصله‌اش سر میره در بیشتر مواقع در دیدن ماهی و گربه. در مورد نه زندگی مثلا یه نکته رو که میتونم بهتون بگم اینه که ببینید، یه ایده‌ای در موقعی که فیلم ماهی و گربه رو داشتم کار می‌کردم در ذهنم شکل گرفته بود، راجع به ماجرای پرداختن به فیلم‌هایی که در یک پلان واحد دارن کار می‌کنن، در واقع ساختار پلان سکانس دارن. فکر کردم که چطور میتونم توی فیلم هام در این حال همه مباحثی که راجبه ارجاعات سینمایی داره داده میشه به کنار، راجبه خود فیلم هایی که با ساختار پلان های بلند دارن کار میکنن هم مستقیمن ارجاعی داده بشه. به خاطر همین در فیلم محدوده دایره در واقع یه کار بیسیک روی فیلم فیل گاسفنسن داشت اتفاق میفتاد، و اونم به هر حال فیلمیه که توی چنین ساختاری با پلان های خیلی طولانی و بلند داره کار میکنه. و در فیلم ماهی و گربه این اپیزودی که الان شما نشون دادین رو به عنوان یه منبعی از فیلم نه زندگی، اون موقع یادم اصلا ما موقعی که داشتیم فیلم رو تمرین می‌کردیم، در واقع به خانم سمان وفایی بازیگر فیلم همین الان دیدین در نقش لادن، در واقع بهش گفتم که اون موقع برای اینکه ما راجع به این سکانس حرف بزنیم، من قبلتر راجع به همه چیزهایی که در فیلم ها وجود داره با آدم ها حرف میزنم، بهشون میگم هر کدومشون از کجا دارن میان، دیالوگی که دارن میگن از کجاست، و یا مثلا کاملا برخلاف اون پنهانکاری که تو سینما ایران وجود داره. بله، البته فکر کنم ساختار موجود در فیلم های من این رو میطلبه، به خاطر همین اصلا سکانس فیلم نه زندگی رو به عنوان منبع اون سکانس اصلی به بازیگرای فیلم معرفی کردم و گفتم که این رو ببینین، به خاطر اینکه ما داریم در واقع یه بازسازی میکنیم این موقعیت رو توی فیلممون. و در این حال فکر میکردم که اینطوری میتونم یه ارجاع مجددی به فیلمایی که ساختار اینچنینی داشتن بدم. یادمه در مدتی که توی ماهی و گربه اینجا پخش شد، البته اون برخوردهای منتقدانه یه مقداری منفی که شاید قبلتر و در مورد فیلمای کوتاه هم تجربه کرده بودم، مثل محدوده دایره و مدل ارجاعش به فیلم های دیگر، رو توی سینما ایران هم حتی کمتر دیدم، ولی بین در واقع مخاطبای فرنگی که فیلم رو دیدن، خب ماهی و گربه هم این اتفاق زیاد برش افتاد که تو فستیوال های مختلف رفت و با مخاطب غیر ایرانی هم زیاد مواجه شد، این مدل روی کرد، یعنی این مدل ارجاع به فیلم هایی که گاهی اوقات توی کشورهای اونا یا به زبان در واقع رایجه در اون کشور رو ساخته شده بود، خیلی براشون اتفاق جالبی بود و خیلی اونو میپسندیدن و دوست داشتن. فیلم اشکان انگشتر متبرک، اولین فیلم من مثلا در فستیوال سانتا باربارای آمریکا در سالی به نمایش در اومد که بزرگداشتی برای فیلم‌های کوئنتین تارانتینو برگزار می‌کردن و در واقع داشتن فیلم‌هایی رو که متأثر از سینمای پسا تارنتینویی در همه جای دنیا ساخته شده بود، مدل از انگلستان تا ژاپن تا هندوستان و تا ایران،
رو توی اون فستیوال جمع میکردن و نمایش میدادن، از جمله فیلم اشکان انگشتر متبرک رو در اون سال اونجا توی اون فستیوال نمایش دادن. جالبه، بعد رفتی خوده؟ نه متاسفانه امکان چون این رفتی چقدر چه فیلمایی میدیدی؟ آره. چون ممکنه فیلم خیلی مهجوری جایی ساخته بشن که فقط به این عنوان ساختارشون به هم ربط داره اونجا جمع شده. بله بله، خیلی خیلی دوره جالبی بودن از همون دوره فستیوال. خب حتما یکیشم یه بخششم به خاطر حضور خود تارانتینو بود، چون قدردانی میشد ازش توی فستیوال اون سال در فستیوال سانتا بارو. ولی خب دیگه به هر حال در امریکا بود و امکان مسافرت کردن به سادگی فراهم نیست اونجا. درباره اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر، فیلم اول بلند شهرام مکری، چون محدوده دایره که اشاره کرد مثل چند فیلم دیگه مثل طوفان سنجاقک، اینها فیلم های کوتاهشن که به هر حال اونا هم خیلی توی فضای فیلم کوتاه در ایران همون موقع عکس العمل ایجاد کردن. درباره اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر، من همیشه فکر میکنم که چند تا عامل باعث کم دیده شدنش شد. یکی این که در سالی توی جشنواره فجر بود که درباره ایلی هم بود. بله. و به هر حال این اتفاق باعث یه مقداری کمتر دیده شدن بود. دوم این که اصلا امکان گروه هنر و تجربه اون موقع وجود نداشت و اشکان عملا چند ماه بعد از ماهی و گربه اکران شد. یعنی بعد از فیلم دومت که حالا با فاصله زمانی چند ساله. ولی من همچنان تصور میکنم که خیلی فیلم مهمیه و از این همینجور که الان خودت داری هی این ساختار بصری مداوم و توی ماهی و گربه و هجوم مثال میزنی، از این جداست. اما در اتصالاتی که توی پالپ فیکشن، بعدن فیلم‌های مثل اسنچ، حتی اون فیلم پل توماس اندرسون مگنولیا اینا برقرار می‌کنن، حرف بزرگیه. ولی الان با جایگاهی که شما دارین، من اون موقع سال 87 میگفتم مثلا یادم بعضی چپ نگاه میکردم، ولی الان خیلی تعجب میکنم. از همه اون فیلم ها بنیه فلسفی قوی تری داره من معتقدم، به این معنا که در اونا فقط میگیم جالبه که این اتصالا برقرار شد، این آدم از اینجا اومد با اون توی این چهار را برخورد کرد، این پاکته، اون شیره توی اسنچ ریخ روی شیشه ماشین اینا. ولی در اشکان انگشتر متبرک اصلا یک مفهوم مرتبط با تقدیر آدمی اولش پیشگویی میکنه و همین پیشگویی به طور مسخره و در این حال غم انگیزی آخرش تحقق پیدا میکنه و همه عناصر دیگر این بین. خودت نسبت به اونم به نظرم یه مقداری جفا کردی. یعنی من احساس میکنم تو خودت از یه جایی زیادی فقط به ماهی و گربه بالا پر دادی و اساسا الان هم توی صحبتات، نه فقط این جلسه ها، تو مصاحبه های دیگه که حالا خیلی هم زیاد نیست، ولی خیلی اون رو جدی الان نمیدونی، یا شاید خیلی تمرینی نگاهش میکنی، فکر کنی فقط یه تمرین برای روایت سینمایی بود که اتفاقای مختلف میان از جای مختلف شخصیت ها به هم وصلشن و به یه مسیر بریزن. ببینید راستش اشکان انگشتر متبرک خیلی فیلم مهمیه برام، واقعا برای خودم خیلی فیلم مهمیه. مهمترین دلیل شاید اون تجربه‌ایه که به من داده در مورد سینما و در مورد فیلم. در مورد دیده نشدنش حق با شماست. فکر میکنم که البته یکی از دلایلی که باعث شد که فیلم خوب دیده نشه این بود که شاید تهیه کننده فیلم اون موقع اعتقاد چندانی به فیلم به مفهوم کالایی که بتونه اونو ارائه بده نداشت. من یادمه در ما فیلم اشکان انگشتر متبرک رو با یک بودجه و هزینه خیلی کمی ساختیم و در اولین سالی که در جشنواره فیلم فجر شرکت کرد، با وجود اینکه فیلم‌های خیلی مهمی مثل فیلم درباره ایلی، بی پولی، این فیلم‌ها در اون سال جشنواره شرکت داشتن و حتی تنها دوبار زندگی می‌کنیم، تنها دوبار زندگی می‌کنیم و فیلم درباره ایلی در واقع اینطوری باید بگم که یه جورایی میشه گفت سینمای جدی ایران رو به یک جریان ما قبل و ما بعد خودش داشت تقسیم میکرد. فکر میکنم که با این وجود توی جشنواره اون سال خوب دیده شد. یادم در جشن منتقدان همون سال از طرف انجمن منتقدان نویسندگان سینما ایران جایزه گرفت، در چندین رشته کاندید بود. و یا در جشنواره همون سال با وجود اینکه طبق سرنوشت محتوم فیلم‌های من دوباره در بخش‌های اصلی و اینا در هیچ وقت نمایش داده نشد و در یک بخش جنبی در جشنواره نمایش داده شد، اما باز از نظر منتقدان چه در نظرسنجی خود نشریه جشنواره و چه در مثلا نظرسنجی نشریات دیگه‌ای که بیرون می اومدن بعد از جشنواره، در جایگاه و رتبه خوبی قرار بله. گرفته بود. حتی من یادمه که دیگه اینا الان از خاطرات شد بابت فقدان آقای ایرج کریمی،
آموزگار همیشگیم که مطلبی که او درباره یه فیلم نوشته بود بعد از جشنواره دیدم کاملا مثل اینکه یه خواننده ام منو به وجد آورد، از این جهت که گفتم پس من فیلمو درست بوده که دوست داشتم. یعنی مثل یه خواننده ای که نظر یه منتقد بهش این حسو میده که پس من نظرم بیهوده نبوده. خیلی یادشون گرامی واقعا آقای کریمی که انقدر سر اون فیلم ساپورت کردن منو و انقدر من روحیه دادن که الان که اسمشون آوردین خیلی جاشون خالی. من همیشه شما رو که میبینم یکی یاد آقای علی معلم میافتم که فکر میکنم جای ایشون خالیه واقعا در حال حاضر در سینمای ما، و بعدم که الان اسم آقای ایرج کریمی اومد و امیدوارم که الان خوشحال باشن هر جا که هستن از تأثیراتی که گذاشتن. آره واقعا واقعا همینطوره. ببینید خدمتتون عرض کنم که آره در مورد فیلم اشکان این نکته وجود داشت که یه دفعه فیلم چند سال، یعنی مثلا 7 سال 8 سال بعد از اکران شدنش دیگه هنوز به نمایش در نیومده بود. برای هنر بود تهیه کننده. بله دیگه. آخه فکر کنم تقریبا مصادف شد با همون زمانی که شرکت برای هنر دیگه متوقف شد فعالیتش. بله تقریبا فکر کنم فیلم اولا بیهامی موند، بیصاحب موند که اون سال همونجا تولید شده بود دوباره بر به مشکلاتی خورد، یعنی عملا فیلم حمایتی نشد. بله. و بعدش هم این که شرکت ورانر شرکتی بود که اصلا ما یه مقدارم تعجب کرده بودیم که فیلم تو رو تهیه کرده، چون به هر حال در واقع بدنه فیلم های ارزشی رو حمایت میکردن و مثلا تهیه کننده فیلم های آقای حاتمی کیا بود و اینها. بله رنگ خدا و بله. بعد مثلا آژانس شیشه ای. بله. و البته فیلم آقای معتمن هفت پرده همون شرکت. آره یعنی دنبال تجربه هم بودن. بله دنبال تجربه هم بودن. عملا وقتی این اتفاق افتاد، ببینید وقتی یک فیلم 7 سال مثلا از تولیدش میگذره و هنوز به اکران نرسیده، خیلی این احتمال وجود داره که در شبکه‌های اینترنتی بیاد که اومد فیلم اشکان، یا مثلا در اکران‌های مختلف دانشگاهی، نمیدونم فستیوالی، جاهای مختلف، فرهنگسراها، همه اینا دیده بشه که این عملا تماشاشی رو چون برای تماشاشی این فیلم‌ها همین تماشای فرهنگی هستند. ولی من اینی که به یه معنی حالا بگیم دزدیده شده بود و دانلود و اینا بودم آگاه نبودم، اینو نمیدونستم. الان اینو نمیدونم تو یادت میاد یا نه، اینو مثلا فکر میکنم سال 88 یا 89 یه جلسه اصفهان میخواستن فیلمو نشون بدن تو این کپیو دادی به من و من و بعد از اونجا که اومدیم هر روز من میگفتم که الان شهرام زنگ میزنه میگه این کپیو برای من بفرست و این کارو نکردی و سالهاست پیش منه. فقط غیر از اون جلسه که با هم رفتیم برای نقدش اصفهان یه بار در یه کلاس نشون دادم و به احد الناسی ندادم و تا الان فکر می‌کردم که یه پدیده زیرخاکی رو نگه داشتم. پس لو رفت. من راستش این زیرخاکی بخاطر اینکه خودم دیگه این دیویدی رو ندارم با این طرح جلدی که روش هست، در نتیجه به نظرم کمکان نگاش دارید. فکر می‌کنم که بعضی از دوستان منتقد راستش اون موقع، چون حداقل مدل فیلمی که من کار می‌کنم فکر می‌کنم خیلی وابسته است به نظری که کارشناسای سینما روش دارن میدن و دوستان حوزه مطبوعات و نقد، به همیشه در واقع اونا هم حواسشون بوده که به هر حال این مدل سینما رو یادشون باشه. به خاطر همین من این حوزه رو جز خانواده خود فیلم میدونم، همه فیلم ها. فکر می‌کنم که شما و بعضی از دوستان دیگه که توی این حوزه هستن فرق زیادی با آدمایی که توی خود فیلم ها دارن کار میکنن ندارن، به خاطر اینه که انگار هممون در واقع سر این سفره باید یه جوری بمونیم با هم دیگه. باز تعبیرش رو از تصادفاً از آقای ایرج کریمی به یاد میارم، مرسی. پس برگردیم. بله 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 باشیش. که در یک مقاله نوشته بود که توی اون عکس یادگاری که ته فیلم برداری هر فیلم گرفته میشه، حالا اون قدیم تر بود که این دیجیتال نبوده، اینقدر زیاد نبود تعداد عکس ها، عملا خارج از اون قاب عکس منتقدم حضور داره، چون در واقع بعدا ماندگاری فیلمه. بله. به اون نظرات. بله. بستگی داره به خصوص جنس سینما در واقع. بله خیلی. بله ولی همینطور که گفتم به این پروسه طولانی فرسایشی باعث شد که عملا انرژی من از روی این فیلم برداشته بشه و شاید مدلی هم که الان دارم به فیلم سازی نگاه میکنم و به فیلم نگاه میکنم یکم در طول این سالها دستخوش تغییراتی شده. من موقعی که فیلم اشکان انگشتر متبرک رو ساختم، در واقع یه فارغ التحصیل همون سال از دانشگاه بیرون اومده بودم که هنوز خیلی همه چی برام جوون و تازه و در واقع
رو به آینده و سرخوشانه بود. کجا درس خونده بودی؟ در دانشگاه سوره. بله، چون به هر حال مخاطبای ما خیلی از این تیفان الان اونا بگن سوره ای بوده. آره آره، ما بچهای سوره ایم، یعنی یه طیف گسترده از آدما از مجید برزگر اینا گرفته تا الان حسین مهدویان و سعید روستایی و نمیدونم همه بچهای دانشگاه سوره هستن، تورج اصلانی و نمیدونم علیرضا امینی و خیلی بچهای سوره زیاد هستن که توی این روزها دارن کار میکنن، مرتضی قیدی فیلم بردار و نمیدونم همه اینا. خلاصه اینو داشتم میگفتم که یه فیلم عملا، بله عملا از اون نو سینما به یه معنای فاصله گرفتی. درسته. حالا یعنی البته یه روابطی وجود داره قطعا بین ماهی و گربه هجوم و اشکان انگشتر متبرک، اما شاید اون تفاوتی که دارید میگید از اینجا ناشی شد، یعنی از این فاصله طولانی مدت. مهمترین نکتهش به نظرم همینه که ما هر جا که میشنویم میگن یه فیلم میخوایم کار کنیم، یه پلانه کلن، یا داره خندش رو کنترل میکنه، داره سعی میکنه که هیچ واکنشی نشون نده که بعدا متهم نشه به این که خندید به دیگران. هر جا که اینا رو میگن، ما فارغ از این که مثلا چه میزان ماهی و گربه رو دوست داریم یا نداریم یا هجومو، این رو استثناء میدونیم. یعنی فکر میکنم که فیلم ها از ذاتشون اینگونه اندیشیده شدن، اینگونه شکل گرفتن و اینگونه فکر شدن، نوشته و اجرا شدن، در حالی که تقریبا هر نمونه دیگه ای که در سینما ایران داره ساخته میشه یا ساخته شده، اصلا کات عملا داره بارها توش اتفاق میفته، مسیر خطیه، در حالی که فیلم های تو همه برگشت زمانی دارن، یعنی دوربین داره میره جلو ولی زمان برمیگرده عقب. و اتفاقا الان سر همین خنده‌ای که نگه داشتی میخوام همینو بپرسم، میخوام بگم که ببین تو در یک نوع سینمای کار میکنی که خیلی به خصوصه و خیلی ما این عادت رو در ایران داریم که چه در عرصه موسیقی، نقاشی، هر کسی که کارش با بقیه نرم اون فضا فرق داره خود به خود تک میفته، یا راحت‌تر بگم محبوب نیست. تو آدم بسیار محبوبی هم هستی، کسی باهات با وجودی که خیلی جایگاهه میتونه قابل حسادت باشه، خیلی گرفت و گیرای اینجوری نداره. این تصویر بچه خوبو چجوری نگه داشتی؟ مثلا هرگز درباره فیلمایی که دوست نداری عکس العمل نشون ندادی، در حالی که خب میدونید این فقط کار منتقدان نیست، فیلمسازام کاملا راجع به هم حرف میزنن، نظر میدن، اصلا عمومی میکنن منفیا رو، مثبتا رو، ولی تو فقط یه جایی اگه مثلا الان فیلم اف خانه آقای یوسف نژاد رو اکران و ما هم برنامه با حضور ایشون و بازیگرشون داشتیم، مثلا میری با کارگردان مصاحبه میکنی چون به نظرت این فیلم قابل پرداختنه، اما مثلا جایی نمیگی که مثلا فیلم گذشته یا آقای فرهادی رو دوست نداری. میدونی این برای حفظ اون تصویر بچه خوبه. گذشته رو مثال زدین دیگه. حتی در این حد هم در نه واقعا، چون گذشته رو اینجوری نیست که دوست نداشته باشم. و نگاه کنید، راستش اصولا فکر میکنم که همیشه واقعیتی رو اگه بخوام بهتون بگم، فکر میکنم منتقدام حتی اگر فیلمی رو دوست ندارن، برای من باعث تعجب میشه اگر خیلی مشخص در واقع به سمتش انگشت اتهام بگیرن. میفهمم منتقدام میتونن فیلمی رو دوست نداشته باشن، اما در یک پروسه فیلم رو تحلیل کنن، یعنی راجع به مدلی از سینما وقتی دارن حرف میزنن یا در مورد ساختار و استایلی دارن حرف میزنن. ولی فکر میکنم آدم ها راجع به چیزایی که دوست دارن صحبت میکنن بیشتر، یعنی بیشتر تحلیل میکنن چیزی رو که دوست دارن. ضمن این که میدونم به هر حال حرفه منتقد ممکنه اون رو به این سمت ببره که ناچار در مورد فیلمایی که دوست ندارم صحبت بکنه، ولی فکر میکنم اگر یه منتقد آزاد باشه که راجع به، یعنی بتونه فقط انتخاب بکنه، احتمالاً اونم راجع به چیزایی که دوست داره بیشتر حرف خواهد زد تا راجع به چیزایی که دوست نداره. منهای مسعود فراستی علی اون اصلا حال میکنه که راجع به چیزایی که دوست نداره حرف بزنه. بله ایشون فکر کنم آخه ایشون اگه بخوان راجع به چیزایی که دوست دارن حرف بزنن دیگه نمیتونن حرفی بزنن، کم حرف میشه. آره کم حرف میشن. به خاطر همین تصورم اینه که خودم هم یه چنین رفتاری دارم. راست میگین، من در مورد فیلمایی که دوست دارم سعی میکنم تبلیغ کنم، حرف بزنم، راجع بهشون، تئاتری که دوست دارم رو سعی میکنم راجع بهشون حرف بزنم. ولی اون چهره تصویر بچه مثبت پسر خوبی که دارید ازش حرف میزنید رو که خیلی هم با مکری که داری در تضاده راستش خودم خیلی دقیق نمیدونم. واقعا خوشحالم اگه اینطوری که میگین باشه، یعنی از این آدمایی نیستم که فکر کنم که دوست دارم یه مثلا آدم
مرموز چند لایه نمیدونم احتمالاً از این بد جذابای نمیدونم خشن ولی پر کاریزماها اونجوری دوست ندارم باشم. اصلا هیچ وقت فکر نکردم که اینجوری خوبه. خودم شاید بعضی از این آدما رو که ببینم به نظرم اتفاقا آدمای خوبی بیان، ولی فقط تو فیلم ها دیدم که خوبن. یعنی آدمایی که بیرون از فیلم ها آدمای بدی ان، اصلا به نظرم شخص جذاب نبودن. من هیچ بد جذابی بیرون از سینما ندیدم. این خودش خیلی بحث مفصله. چه چیزایی در سینما کاملا جذابه و در زندگی اصلا دوست نداری برادرت یا همسایه‌ت باشه؟ آره، به خاطر همین رول آدم خوب رو ترجیح دادم احتمالاً تو زندگی. بخشی از پشت صحنه فیلم بسیار مشهور و دیده شده شهرام مکری در ایران و دنیا، فیلم ماهی و گربه رو به اتفاق شما میبینیم و بعد یه صحبتی درباره اون فیلم من با شهرام دارم. بار اولی که مینا میاد اینجا دیالوگش میگه شهرروز از این ور ولی اضافه میشه. شهرروز، شهرروز میلاد بیا. میلاد ما به صحنه پدرامینا که میرسیم، به صحنه پدرام عسل که میرسیم، به صحنه پدرام عسل که میرسیم، تو بعد از این ور به ما اضافه بشی که صدات میزنه میگه برو تو انبار. اینا چجوری بهش داده؟ اونا با هم حرف میزنن، یه جورایی در ارتباط هم. حرف زدن با مرده یه چیزه، موسیقی ضبط کردن مرده یه دیگه است. خب موقعی که باش حرف میزنه لابد موسیقی هم بهش میده دیگه، حرف زدنش مهم نیست؟ بعد از این بخشی که از پشت صحنه ماهی و گربه دیدیم، معلوم میتونم بپرسم با توجه به اون لطفی که درباره یادداشت من راجع به هجوم داشتی، مطلب من راجع به ماهی و گربه خوندیم، میدونیم بله، فیلمو دوست بله، ندارم. بله، بله. من مطلبتون رو خوندم، میدونم که فیلم رو دوست ندارید، ولی راستش توی مطلبتون ولی حجم احترامی که بله، توی مطلبم بله. هست بیشتر از منفیشه. فکر میکنم که اینطوریه. یعنی ببینید راستش نوشته‌های منفی لزوماً معناش این نیست که نوشته‌های بدی هستن از نظر فیلمساز. فکر میکنم که اگر یه فیلمسازی فکر کنه که به فیلمش با احترام برخورد شده، حتی اگر مطلبی که نقدی که راجع به فیلم نوشته میشه نقد مثبتی نباشه، حتما باعث خوشحالیش خواهد شد، چون نشون میده که فیلم به هر حال زنده است. فیلمی که با احترام باش برخورد میشه میتونه در واقع به زندگی خودش ادامه بده، چه نظراتی که راجبش وجود داره مثبت باشه چه منفی باشه. به خاطر همین آره نوشته. ولی شما من واقعا به طور بی ربطی فکر میکنم که اون چیزی که من مسئله یا تنها مسئله‌ام با ماهی و گربه و پروداکشن منظورم فقط به لحاظ تولیدی سینمایی نیست، یعنی یه فکر داره تولید میکنه، یک جهانبینی داره تولید میکنه اون فیلم، اون چیزی که مسئله اصلیم با اون بود در هجوم اصلا وجود نداره. یعنی بی ربط بودن خورده پیرنگ‌ها به هم دیگه. در هجوم من کاملا پیوستگی رو همونقدر که توی روایت و درام میبینم توی در واقع رفتار دوربین هم وجود داره. یعنی اگه مثلا یه 20-30 سالی ازت بزرگتر بودم حتما میگفتم که تأثیر نقد من بود که شهرام مکری هجوم را ساخت. دیدی منتقدای قدیمی از این چیزا میگن و اینا. ببینید راستش در مورد شیوه روایی فیلم ماهی و گربه و هجوم به نظرم قطعا تفاوت‌های وجود داره. در مورد مثلا نقش و تأثیر خورده پیرنگ ها توی فیلم ماهی و گربه، من تصورم بر اینه که در واقع ساختار ماهی و گربه یه چنین رویکرد و کارکردی رو از خورده پیرنگ ها میطلبه و این با هجوم متفاوته. ولی میخوام بهتون بگم که با موقعی که داشتم فیلم هجوم رو کار میکردم، موقعی که داشتیم سناریو رو با نسیم احمدپور مینوشتیم، داشتم راجع به این فکر میکردم که احتمالاً طیفی از مخاطبا که راجع به ماهی و گربه نظر انتقادی منفی داشتن ممکنه هجوم رو فیلم بهتری بدونن، و البته طیفی از مخاطبا که فیلم ماهی و گربه رو خیلی فیلم خوبی بود میدونستن ممکنه راجع به هجوم نظر خوبی نداشته باشن و بگن که هجوم یه ذره محتاطانه تره، چون به هر حال تکلیف گره های داستانیش بله. روشن میشه و چرا شهرام محافظه کار شده و بله. اونقدر فیلمش به جنون آمیزی ماهی و گربه نیست. عملاً به نظر من همین اتفاق الان افتاده، یعنی اینی که
برخی از آدما فکر میکنم که به هر حال جهان ماهی و گربه و جهان هجوم براشون دوست داشتنی هست، ولی اونایی که یه مقداری اکستریم توی هر دوتا طیف قرار داشتن، اونایی که خصوصا ماهی و گربه رو معتقد بودن که فیلم خوبی نیست، فکر میکنن که احتمالاً هجوم قدمی رو به جلوه. و بعضی از آدم ها که براشون ماهی و گربه، الان توی کامنت هایی که توی اینستاگرام و صفحه‌های مجازی اینا نوشته میشه پای فیلم، که من سعی میکنم اکثرشون رو هم بخونم، میبینم که این در واقع دوگانگی وجود داره. برخی مینویسن که با وجود اینکه ما ماهی و گربه رو خیلی دوست داشتیم، اما هجوم به نظرمون فیلم خوبی نیست، و بالعکس. و بعضی هم که اصلا که هیچ کدوم دوست ندارن. من یه شیطنتی که درباره ماهی گربه و مدافعان فراوانش که خیلی ها مثلا از طیف مثلا شاگردای تو و شاگردای من، نه اینکه بگم شاگردای تو به این معنی که حواریون طرفدار بودن و کورکوران دوست داشتن، ولی شیطنتی که میکردم این بود که میگفتم خب میری اینقدر میگی دوست داری، برای من توضیح بده که اینی که این داستانا به همیش ربطی ندارن چجوری جا میفته. و در نهایت میرسیدن به استدلالایی که اصلا استدلال نبود. مثلا میگفتم من اون خلسه‌ای که تو فیلم هست و دوست دارم، اون حال و هوا، میگفتم خب یه چیزی بکش، یه چیزی بزن، مگه فیلم کاربردش اینه. ولی الانی که اون مسئله خیرگی در ساختار رو میگی، در واقع میدونم که فیلم داشته چه مکانیزم تأثیری روشون اعمال میکرده. میخوام دو تا نکته کاملا تولیدی بپرسم توی انتهای صحبت‌ها. ببین، زمان اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر، یکی از چیزهایی که من فکر میکنم راجبش یا نوشته بودم یا به خودت گفته بودم این بود که به دلیل بودجه کم فیلم خیلی کار هوشمندانه ای میکنه که بازیگرانی که یا تئاتر کار کردن، علی سرابی تو اون فیلم هست، سیامک سفری هست، سینا رازانی هست، یا کسانی که مثلا من اون بازیگر نقش کارایی رو نمیشناختم ولی صدای حجیم خیلی خوبی داره. صدای خوب حتی برای بازیگر آماتور باعث میشه که بیننده احساس نمیکنه این کی آوردن جلو دوربین، و در واقع فیلم میتونه قصه خودش رو بگه. قاعدتا تو هم در ماهی و گربه هم به ویژه دیگه بعد از اون با سر و صدایی که پیدا به پا کرد، و حتی مثلا واکنش بهروز افخمی در تلویزیون در برنامه هفت که گفت این شهرام باکری به هر حال نابغه است، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، به نظرم این هم به هر حال مهمه به عنوان واکنش. یعنی واکنشا فقط در عرصه الیت و نخبه ها و دانشجو و خوره های سینما نبود، تو تلویزیون هم مطرح شد. بعد از ماهی و گربه قاعدتا استارای سینمای ایران هم برای تو بازی میکنن اگه بخوای همچین تجربه بکنی. چرا مثلا هجوم باز به این شیوه ساخته شده، با این کست، با این انتخاب ها؟ ببینید، فکر میکنم که چند تا دلیل داره. اولیشو بذاریم بهتون اینجوری بگم، راستش از شیوهی که در واقع سینما ایران در ساخت استارها داره پی میگیره یا در کارکرد و استفاده از اونا چندان خوشم نمیاد. یعنی فکر میکنم که ما یه لیست احتمالاً 15 نفره ای از بازیگران مرد خصوصا روی کاغذ میتونیم بیاریم که اینا فیلم ها در صفای طولانی هستن برای اینکه بتونن باهاشون کار بکنن و این بازیگرا توی این فیلم ها بازی بکنن. اصلا منظورم توانایی بازی بازیگران نیست، منظورم شیوهیه که سینما ایران داره پی میگیره به خاطر اینکه در واقع در مواجهه خودشو قرار بده با ستاره هاش. ترجمه کنید اینجوری... بالاخره دارم یک حرف منفی از شهرام استخراج میکنم. بالاخره یه دوره راجبه یه چیزی بد بگه. یه دوره در واقع تئاتر ما بازیگر تولید میکرد و بازیگرش به سینما میومدن، یه موقعی تلویزیون ما بازیگر پرورش میداد و این بازیگرها به تلویزیون میومدن، بعضی سوپرستارهای به سینما میومدن، بعضی سوپرستارهای بزرگ سینمایی امروز ما محصولات یه دوره از تلویزیون هستن. بله. الان کاملا مسیر برعکسه، ما یه سری بازیگر در سینمامون داریم که تئاتر بازی میکنن، همونا در تلویزیون بازی میکنن و همونا در فیلمهای سینمایی دارن بازی میکنن. اتفاقی که افتاده اینطوریه که شما حتی اگر سریال ببرین در شبکه نمایش خانگی و بخواید بسازین، اولین چیزی که از شما میپرسن اینه که بازیگرا کیا هستن. تلویزیون سینما حتما خود شما میدونین، بینندگان شما بدونن این موضوع رو که در بسیاری از مواقع اصولا فیلمنامه خونده نمیشه برای سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذارها. برای سرمایه گذار مهمه که چه بازیگری قراره در یک فیلمی بازی بکنن، به جای اینکه بفهمن تجربه اینش وجود داشته. بله. برای آدما به جای اینکه بفهمی چه فیلمنامه‌ای رو داره کار میکنه. خب ببینید، چی میشه که سینما ایران دیگه نمیتونه بازیگر به وجود بیاره درست کنه؟ و مثلا شما اگر یه بازیگر 20 ساله بخواید یا یه بازیگر 70 ساله بخواید، احتمالاً باید بین همین 15 تا آدم بگردید
من فیلمنامه گریم خورش رو پیدا کنید. حتی گریم خورم نه آقای پوریا، یعنی مثلا من فیلمنامه الان بهم میدن میگن که این نقش رو توی این فیلم یا این بازیگر 25 ساله بازی خواهد کرد یا این بازیگر مثلا 45 ساله و من با خودم میگم چطور نقشیه که با 20 سال اختلاف سن کماکان آدم ها میتونن بازیش بکنن باشن. آره در مورد بازیگر زن اوضاعمون بهتره، به نظر مثل گزینه‌های بیشتری وجود داره، ولی واقعیتش اینه که احتمالاً ما اصطلاح سوپر استار رو همین الان که داریم توی سینمامون استفاده میکنیم برای تعداد بیشتری بازیگر مرد به کار میبریم و تعداد کمتری بازیگر زن، ولی در این حال میتونیم طیف گسترده‌تری از بازیگرهای زن رو داشته باشیم برای انتخاب و برای کار کردن. این میشه که وقتی مثلا من میخوام یه فیلمی کار کنم و فکر کنم که فیلم من مثل فیلم‌های معمول و متعارف اینطوری نیست که یه بازیگر چند روز بیاد سر صحنه چند روز آف باشه، همه بازیگرای فیلم‌هایی که من کار کردم اواخر مجبورن در تمام مدت مثلا یک ماه و نیم هر روز سر صحنه باشن، حتی اگه یک دونه دیالوگ دارن باید اون میزانسن جمعی شرکت بکنن تا به یه برداشت فینال برسن. این امکان رو عملا از من میگیره که با بازیگرهای سینما و اون مفهوم متعارفی که الان داریم ازش اسم میبریم یاد بکنم. ضمن اینکه تمام تلاشم اینه که بگم مثلا فیلم ماهی و گربه یا فیلم هجوم یا فیلم اشکان انگشتر متبرک میتونن بازیگرهایی رو به سینما ایران معرفی بکنن. خیلی از آدم ها معتقدن که من بد استفاده میکنم از بازیگرهام در فیلم ها، ولی خوشحال میشم اگر این فرصتی رو به همون آدم ها بده که اونا از همین بازیگرها استفاده بهتری بکنن، یعنی اینا رو ببرن سر فیلم هاشون و بگن که ببینید که مثلا ما چقدر استفاده بهتری از همین بازیگرها داریم میکنیم. به نظر من یه جایی یه آدمایی باید به بازیگرهای جدید فکر کنن. فکر میکنم اگر مثلا فیلم هجوم یا ماهی و گربه داره چنین کاری رو میکنه، به آدمای جدیدی داره فکر میکنه، باید اتفاقا مورد استقبال قرار بگیره. یه نکته مثلا تنازانه هم در جواب این سوال وجود داره و اونم اینه که ببینید آدم وقتی که مثلا تو تیمای پایین تر با یه سری از آدم ها داره فوتبال بازی میکنه، وقتی که داره میره مثلا لیگ دو لیگ یک و دست باشگاه ها، اینا رو من تو فوتبال خیلی وارد نیستم، ولی میره مراتب بالاتر، به نظرم نباید فراموش بکنه که توی چه دسته خودش کار کرده، رشد پیدا کرده و مثلا بزرگتر شده. به نظرم یه ذره چیزه، یه ذره نامردیه اگر آدم فکر کنه که حالا که مثلا فیلم من فیلم معروف تری شد باید من برم سراغ آدم های معروف تر، یعنی برم سراغ آدم چهره تر. اینم به عنوان یه جواب یه کمی تنز در حد شهرام مرتضی. ولی خیلی زیباست به دلیل اینکه در حقیقت موضوع همونی که تو میخوای ماهیت وصل بودنت به سینمای مستقل رو حفظ کنی. مدل کار تو همونطور که در همه این سالا که فیلم کوتاه نساختی هنوز کلی کار برای فیلم کوتاه ها داری انجام میدی، کار صنفی انجام میدی، توی شورای سیاست گذاری هنر و تجربه نقش داری و در واقع این جنس سینما رو به طور رسمی حمایت میکنی، در حالی که ممکنه اکران فیلم خودت مثل همین هجوم تا آستانه توقیف پیش رفت و پا در هوا باشه اکران فیلم خودت. ببینید راستش خیلی تمام تلاشم رو میکنم که اگر فکر کنم مثلا یه فیلم کوتاه خوبی وجود داره سعی کنم که دیده بشه، حالا تو اون اندازه‌ای که الان میرسم و وقت میکنم، یا مثلا توی هنر تجربه میدونم که تعداد زیادی از آدم ها از من ناراضی هن به خاطر کاری که نتونستم برای فیلمشون بکنم، اما دلخوشم به اون طیف کوچیکی از آدم ها که میدونن که مثلا من یه تلاشی احتمالا دارم انجام میدم برای که فیلم اونام توی شرایطی بیاد و قرار بگیره و دیده بشه. اینا رو همه بزنید به حساب اون بخش بچه مثبت خوبه. یه بخش کوتاهی از پشت صحنه فیلم هجوم که الان روی اکرانه رو میبینیم و من اون سوال آخره رو مطرح میکنم که همه با ترانه در تیتراژ پایانی تموم میشن. ما هم برنامه هم اینجوری تمام خواهد شد، ولی قبلش درباره دومین نکته تولیدی که گفتم میخوام سوال کنم، همینه که این ترکیبی که حتما فیلم ها چه اشکان چه ماهی و گربه و چه هجوم یه ترانه داشته باشن، حالا اشکان که وسطش هم یه ترانه داره، اینو برامون توضیح بدی. یه خورده هم شوخ طبعی توی اون قطعه وسط اشکان هست که به خود داستان اشاره میکنه و این آواز عاشقانه است برای اشکان و اینا، ولی این در ماهی و گربه و به ویژه در هجوم که شعر مولانا انتخاب شده و اینها توبه شکنان اصلا نیست. ولی کلن این بازیه
یه خورده آدم رو یاد سینمای اتفاقا مینستریم و جریان اصلی میندازه، که مثلا میخوام با یه ترانه فیلم رو تمام کنن و اینا. من یه شوخی یه بار مطرح میکردم که فکر کنید اگه تیتراژ پایانی درباره الی میگفت در یا اولین عشق مرا بردی، چی میشد یا فیلم چه وضعی پیدا میکرد؟ ولی ربط هم داشت دیگه به قصه. بله. تو چجوری که از این موضوع نمیترسید؟ الان داریم میگیم فکر میکنم آره میشد، یعنی جالب من نه اینکه میشد، منظورم اینه که اتفاق عجیبی میتونه. تو چجوری که نمیترسی مثلا یه فیلمو سخیف کنه؟ ببینید راستش توی فیلم اشکان انگشتر متبرک ایده از یا از همون چیزی که دارید میگید شروع شد، یعنی یه نگاهی به فرمولای جریان اصلی. فکر کردم که ما در فیلم‌های قبل از انقلابمون، در مثلا سنت فیلم فارسی، اصولا ترانه‌ها یه نقش کلیدی رو بازی می‌کردن، و در مدل سینمای جریان اصلی هم همینطور که دارین میگین یه جاهایی میان کارکردهای اینطوری پیدا می‌کنن. فکر می‌کردم می‌خوام یه فیلمی کار بکنم که خیلی از این نظر شوخ و شنگ باشه، رو تیتراژ اولش ترانه باشه، پایانش ترانه باشه، وسطش یه آوازی اصلا خونده بشه که با ایده اصلی فیلم سر و کار داره. جالبه براتون اگر بگم، یعنی باحال‌تر از سر و ریخت معمول یه به اصطلاح فیلم آرتیستیک باشه. بله بله، توی نسخه اولیه اشکان، در واقع توی فیلمنامه اشکان، یه صحنه وجود داره بعد از اینی که در واقع سرقت انجام، بعد از اینی که ما مثلا حدود نیمه های فیلم هستیم، حدود دقیقه 45 فیلم هستیم قبل از اینی که سعید ابراهیم‌فر بره توی بیمارستان و اون دختر رو ببینه که معشوقه ای که میخواد باهاش فرار کنه. در واقع یه کلیپ اصلا وجود داره توی فیلمنامه، یه کلیپ وجود داره که یه گروه موزیک دارن یه ترانه رو اجرا میکنن و ما کل کلیپ رو میبینیم، و توی تصاویری که توی اون کلیپ پخش میشه داستان کور شدن سعید رو میبینیم. در واقع اونجا میبینیم که چطوری این کاراکتر میره دنبال اون ماهی و تعریف اونجا... نمیکنه دیگه میبینیم. بله بله، تو مثل مثلا یادم میاد مثلا اولگوی، ولی این که... این کارو اتفاقا تو فیلمای مستقل هست، این بازیهای ساختاری اینجوری. بله. یعنی نوع دیگه استفاده از ترانه. میخواستم اونجا این کلیپ کامل بیاد، مثلا یادم دقیقاً شب اون موقع مثالی که زدم گفتم که مدرن تاکینگ یه ترانه‌ای داره که برای فیلم در واقع روزی روزگاری در امریکا پلانای اون فیلم رابلاش نشون میده. گفتم که میخوام شبیه اون ترانه مدرن تاکینگ باشه، در واقع اینا بخونن و از تلویزیونایی که اون دور بره داستان کور شدن سعید رو ببینیم، ولی پول نداشتیم راستش، از خیرش گذشتیم نتونستیم بسازیمش. و بعد سعید اینو روایت کرد و بعد بله بله اون آورد و ما یک بخشی از دیالوگش رو شنیدیم توی فیلم. در مورد فیلم ماهی و گربه، اما این خیلی با برنامه ریزی شده اول نیومد، یعنی توی فیلم ماهی و گربه ایده که گروه پالت اومد آخرش خوند. بله، ایده با برنامه ریزی شده، منظورم اینه که فکر نمی‌کردم که این یه اتفاقی متصل به اشکان. اما وقتی که ایده اومد و توی فیلم قرار گرفت، شاید با خودم فکر کردم که احتمالاً این چیزی که من دوست دارم دیگه، یه جایی از یه جایی در درون من میاد و توی فیلم هست. و توی فیلم هجوم، در واقع هدفون اوک وقتی که علی از توی گوشش میذاره و میاد بیرون از رخکن و یه ترانه رو پلی میکنه، اون اول یه موزیک بود که وکال بود، یعنی توی ورژن اول یه موزیک وکال بود که ما اصلا اونجا میشنیدیم، ولی بعد اینو با این موسیقی که الان روی فیلم هست تغییر دادم و این ترک وکال رو روی تیتراژ پایانی گذاشتم. در واقع یه جوری انگار یه چکیده ای از مثلا جهان بینی که موجود در فیلم فضایی وجود داره، یا فضایی که در فیلم وجود داره رو توی این ترانه ها میگم. از اونجا شروع شده، از همین اتفاقاً از همین ادایده اینه که شما دارید میگید به مدل جریان اصلی شروع شده و این شکل رو فعلا تو این فیلم ها پیدا کرده. خیلی از حضورت ممنونم شهرام مکری عزیز، با این حجم مشغله ها و دردسرها و ترانه پایان فیلم هجوم رو پخش نمی کنیم که روی خود فیلم شلو ببینیدش، ولی یک ترانه و صحنه هایی که در میانه فیلم اول بلند اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر، فیلم بلند اول شهرام هست، و به اتفاق شما میبینیم به عنوان پایان بخش برنامه، و از شما و بیننده هامون خداحافظی میکنم. خیلی منم متشکرم که از من دعوت کردیم برای حضور در برنامه. میدونید که همیشه از دیدن شما خوشحال میشم و امیدوارم بازم فرصتی باشه که با هم گپ بزنیم. حتما، کما اینکه خیلی از بحثامون هم همچنان مونده. ممنون، خدا نگهدار.